سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 29 فروردین ایرانی برابر با 18 آوریل 2023 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموع مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. خب چند مطلب بر صدر رسانه‌های چاپی تهران مرتوجه بوده که می‌خوام با اون نگاهی داشته باشیم. خارج از مطبوعات مطالبی بوده که باز به موازات مطبوعات در واقع می‌توان به اون توجه کرد. خیلی مایل بودم که روزنامه به روزنامه جلو بیام چرا که خیلی تنوع موضوعی وجود داره. من اول برگردم به تازه ترین سفر شاهزاده رضا پهلوی که در برنامه دیشب میخواستم به اون اشاره کنم، به گمان اشارت تفصیلی و تکمیلی نشد تا جایی که باز مواضع و واکنش نیروهای جمهوری اسلامی رو برانگیخته بود، البته واکنش چندین گروه های سیاسی رو برانگیخته بود، اما در این میان یک واکنش خیلی قابل توجه بوده، از اینکه چندین گروه سیاسی به سفر شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل تاختن، نقدها کردن، حمله ها کردن. یه بحث دیگری است که من خب اون رو یک نزاع درون خانگی میبینم، یک نزاع به هر روی، یک دعوا یا یک عمدتا مسیر منشور اندرزگونه درون سازمانی میبینم، خیلی نمیپردازم هرچند اشارت کوتاهی خواهیم کرد. اما برگردیم به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که دیدم روزنامه وطن امروز و خیلی دیگری از روزنامه ها به انعکاس آن پرداخته بوده. مثلا عبارت گدای تلاویو عنوان روزنامه وطن امروز بوده، تحت این عنوان نوشت که سفر رب پهلوی به سرزمین های اشغالی و حمایت از نتانیاهو جدیدترین برگ رسوایی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. حالا ما اظهارات آقای کنعانی رو هم ببینیم، سخنگوی وزارت خارجه رو، که فکر کرده خیلی جواب مثلا پرتمطراقی داده، که تا بعد من یک اشارتی بکنم. احترام به شخص شما و خبرگزاری شما، معتقدم شخصی رو که نام بردید نه خودش نه اصل سفرش و نه جایی که میخواد سفر بکنه ارزشی نداره که من از این تریبون در ارتباط با اون اعلام موضع بکنم. گوشه از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو دیدیم که نسبت به سفر شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل واکنشی به گمان خودش کاهنده و بی‌اعتنا نشان داده بود، ذکر نام نکرده بود. اما من میخوام چه چیزی رو بگم. اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی با این سفر دو سه چیز رو اثبات کرد. یکم، نقش ابرکنشگری خیش رو احیا کرد، نشان داد که علارغمی که چهره های متنوعی پیش ایشان خواهند نشست، همه اونها چهره های همانی که همیشه گفتم معین و مساعد و یاریگر جنبش های دموکراسی خواهی ایران خواهند بود و شخصیت کانونی ماجرا کماکان شاهزاده رضا پهلوی است. نکته دیگر که به لحاظ تاریخی تمدنی بایستی به اون اشاره کنم، اتفاقاً پیامی است که همون گونه که شاید در برنامه‌های شب‌های قبل گفته باشم، انعکاس صدای نسل رنسانسی بپاخواسته و خسته ایرانی است که همه رو دوست می‌دارد، خصم زدائی می‌کند، نشانه کشی می‌کند برای دشمن تراشی. دشمن نمی‌خواهد، برخلاف اظهارات رهبری جمهوری اسلامی، خواهان امها و محو هیچ کشوری نیست و این سفر شاهزاده رضا پهلوی اون پازل هایی رو که جامعه از وی انتظار داشت رو تکمیل کرد. اون ابرکنشگری خلاقی رو که اشاره میکنم اتفاقا تکمیل کرد. در هر روی هم روزنامه کیهان هم روزنامه وطن امروز و خیلی از روزنامه ها رو میدیدم که به این دیدار تاخته بودن. سخنگوی وزارت خارجه هم خب دیدیم که آشفته شده بود. البته بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که حضور شاهزاده رضا پهلوی در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست هم بازتاب زیادی داشت. شاهزاده رضا پهلوی که به اسرائیل سفر کرده در مراسم سالانه یادبود قربانیان نسل‌کشی یهودیان به دست آلمان نازی شرکت کرده.
آقای پهلوی هنگام حضور در بنای یادبود یاد و آشم در بیت المقدس ادای احترام به قربانیان هولوکاست رو وظیفه خود به نمایندگی از هموطنانش عنوان کرد. خب دقیقا این همون خواسته است که میگم ملت ایران دارن، چرا که من باها اشاره کردم ما جمهوری اسلامی ایران نداریم، ما یک ایران داریم. جمهوری اسلامی که مختص خودشونه، جمهوری اسلامی ایران استفاده ابزاری از نام ایرانه. ما یک ایران داریم و اتفاقا ایشون به درستی و جمهوری اسلامی بوده که در صدد محو اسرائیل بود یا هولوکاست رو انکار میکرد. ملت ایران چنین نمی کنند که آقای شاهزاده رضا پهلوی به درستی گفت وظیفه خود به نمایندگی از هموطنانش عنوان کرد. همون گونه که میبینید شاهزاده رضا پهلوی در این مراسم در مصاحبه با شبکه خبری I24 تلویزیون اسرائیل گفت که هدف من این است که به همه جهان بگویم آنچه که از رژیم جمهوری اسلامی میشنوید چیزی نیست که مردم ایران به آن باور داشته باشند. این رژیم نمایندگی مردم ایران نیست. ایشان گفت که مردم ایران به تاریخ 2500 ساله خود که مربوط به دوران نجات یهودیان به وسیله کوروش کبیر است افتخار میکنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین اشاره کرد امروزه رژیمی داریم که میگوید هولوکاست اتفاق نیفتاده. وظیفه من است که به نمایندگی از هموطنانم به قربانیان هولوکاست و مردم اسرائیل ادای احترام کنم. بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید که شاهزاده رضا پهلوی و همسرش یاسمین پهلوی دوشنبه صبح وارد اسرائیل شده بودند و مورد استقبال گیلا گامالیل وزیر اطلاعات این کشور قرار گرفتند. شاهزاده رضا پهلوی هنگام ورود به اسرائیل نیز در توییتی نوشته بود که یاسمین و من در اسرائیل هستیم. خوشحالیم که اینجا ایم و به تلاش برای ساختن آینده ای سرشار از صلح و آبادانی که مردم منطقه ما شایسته آنند متعهدیم. از فرزندان کوروش تا فرزندان اسرائیل ما این آینده رو همراه یکدیگر و با دوستی خواهیم ساخت. گزارش های رو هم میدیدم که شاهزاده رضا پهلوی با بنیامین نتانیاهو هم دیداری داشت. البته یک انتقاداتی رو هم برخی داشتن که مثلا در این وضعیتی که خود کشور اسرائیل یه سری بحران های داخلی داره و حتی ایالات متحده آمریکا مثلا یک نقدهایی به سیاست های اسرائیل در مواجهه با اعراب در منطقه خودگردان داشته، این رو مثلا به لحاظ زمانشناسی انتقاد داشتم. من این رو شاهد بودم که اشاره میکردم. در هر روی آنچه که هست خشم رسانه های دست راستی بوده و همینطور برخی از لایه های تون رو در جبهه اپوزیسیونی بوده که این برکشانی، این ابرکنشگری خلاق و این فعل و انفعالات تازه شاهزاده رضا پهلوی موجب خشم گروه های ناهمسو با ایشان نیز قرار گرفته که اشاره کردم. نشانگر پیشگامی شاهزاده رضا پهلوی در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهی جامعه ایرانی است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. مطالب بسیار متنوع هست. میخوام با روزنامه آرمان امروز شروع کنم، روزنامه اعتماد و برخی از روزنامه های نزدیک به طیف اصلاحاتی ها و اعتدالیون گویی یا دارن یک خیزش هایی بر میدارن، یک در واقع دورخیز هایی بر میدارن جهت احیای انتخابات. از جمله روزنامه آرمان ملی رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان 5 منهای یک دور یک میز به تازه ترین فعل و انفعالات انتخاباتی اشاره کرد که گویی آقای قالیباف رئیس مجلس کنونی جمهوری اسلامی ایران همترازان یعنی رؤسای مجلس سابق نظام جمهوری اسلامی رو دعوت کرده بود که خب آقای ناطق نوری، آقای حداد عادل و آقای علی لاریجانی حضور داشتن. تمامی این روزنامه ها مثل اعتماد، مثل همین روزنامه آرمان ملی اشاره می کردن که رؤسای مجلسی هم بنابر امور قهریه حضور نداشتن، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی که خب چندین دور رئیس مجلس ایران بوده که به مرگ طبیعی یا به مرگ استخری به تعبیری درگذشت، به هر روی درگذشت، این رو اشاره کردن که حضور نداشت. همینطور آقای کروبی که در حبس و حصر هستش و امکان حضور رو نیافت. نکته دیگری که میدیدم سعی میکردن با علامت ایما و اشاره و نشانه یک جوری نزدیکی طیفی رو در این میز، در این میز ضیافت افطاری بر بکشند و نشان بدهند، گفته بودند که حداد عادل هم به ناطق نوری اقتدا کرد. خب بر روی تنها معمم جمعشون ناطق نوری بوده، چه بسا اصلا اقتدا کردن آقای حداد عادل به آقای ناطق نوری یک شیوه مرسوم کلاسیک درون ساختار
به تعبیری باورمندان به حوزه حکومت اسلامی است، لزوما به معنای اقتدای سیاسی نیست، اما روزنامه های مثل اعتماد و روزنامه آرمان سعی در برکشاندن این مفهوم از دل این متن داشتن. علی حال من شخصا نمیخوام خیلی وارد تحلیل مسائل انتخاباتی بشم. روزنامه آرمان تماما این ماجرا رو انتخاباتی میدید، یک فعل و انفعالاتی از سوی آقای قالیباف بررسی میکرد که در صدد بقا برای مجلس در دوره های آتی است. این در حالی است که فقط بایستی اشاره کنم که به هر روی آقای حسن روحانی هم پیشتر نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات به جمهوری اسلامی هشدار داده بود. البته خب آقای مصطفی تاج‌زاده از داخل زندان گفت که مبادا اصلاح طلبان فریب هر گونه انتخابات رو بخورن. در هر روی تنور انتخابات رو دارن به گمان خودشون داغ میکنن، در حالی که من بایستی تأکید کنم اتفاقا انتخابات از مجلس قبل، همینطور ریاست جمهوری سال 1400 و پس از آن، انتخاباتی که موضوعیت افتاده هست. انتخابات در جمهوری اسلامی معنایی نداره. انتخابات بعد از 88 بلا محل و بی‌معنا شده بود، مخصوصا جایی که اون همه کشته ها دادند و خاتمی پنهانی به دماوند رفت و رأی انداخت. با این وصف فرض رو بر این بگیریم که برای خروج از وضعیت اقتصادی یا دلخوش کردن به برجام سال 92 و 96 روحانی رو آوردن. پس از آن، مشخصا پس از قتل عام جوانان در انقلاب پسامحسا، هیچ نشانی از میل به مشارکت برای انتخابات از سوی مردم وجود ندارد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک موضوع اجتماعی که تمامی روزنامه ها با آن پرداخته بودند و آن سخت جنین های غیر قانونی در خانه هاست که به یک بحران، یک معضل فراگیر اجتماعی در خانواده ها پدیدار شد. بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند که گویا حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ایران و بیتوجهی به هشدارهای فعالان حقوق زنان و کارشناسان در مورد ضرورت دسترسی همگان به امکانات جلوگیری از باروری، حالا رسما مسئولان جمهوری اسلامی از آمار فاجعه بار سقط جنین غیر قانونی در ایران خبر دادند که روزنامه آفتاب یزد این موضوع رو در تیتر خود برگزیده بود. چند روزنامه دیگه مثل اقتصاد پویا نیز دیدم به این موضوع پرداخته بود، به نقل از آقای سلیمان حیدری، مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، نوشته بودند که چون 70 تا 80 درصد موارد سقط جنین غیر قانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می شود، حتی آمار دقیقی از سقط جنین غیر قانونی در ایران در دسترس نیست. حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها، آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست نمی توان آنها رو مطرح کرد، هرچند که اگر درست باشد فاجعه بار است. این مقام وزارت بهداشت ایران اشاره کرد اغلب موارد سقط جنین یا در مطب ماماها انجام می شود یا چون با قرص های خونریزی دهنده هست در خانه ها انجام می شود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد. جالب اینجاست که بایستی اشاره کنم که پیشتر گزارش های منتشر شده بود که خود ابراهیم رئیسی هم اعلام نگرانی کرد از حجم به تعبیری سقط جنین های خودسرانه زنان در خانه ها و همینطور خب به ماماها و به مطب ها نیز هشدار داده شد که بین 2-3 تا 5 سال مجازات قانونی در انتظارشون خواهد بود. همه اینها در حالی است که به هر روی تدبیر درست در این رابطه اتخاذ نشده و مداخله در محرمانه ترین بخش حیات شخصی آدمیان و جلوگیری از فروش لوازم جلوگیری از باروری طبیعتاً فاجعه اجتماعی رو به زیر پوست جامعه میکشاند. خب من خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک مطلب دیگر. اتفاقا بد نیست باز برگردم به وطن امروز که خط امنیتی رو در پرونده سازی هاشون بخونیم. در همون بخش از مطلبی که وطن امروز نوشت گدای تل‌آویو، خیلی جالب بود که خطاب به شاهزاده رضا پهلوی حمله کرد و اهانت‌ها کرد که حالا من تحلیلم رو ارائه کردم نمیپردازم، در همون زمینه، در همون ذیل آن به مولانا عبدالحمید تاخت و نوشت که عبدالحمید علیه اسماعیل زهی. حالا منظورش چه بوده؟ به بخش از اظهارات آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اشاره کرده بود که در خود آستانه روز قدس گفته بود که نباید به نابودی کشوری
متصمم بشیم و گفت که پیامبر اسلام با یهودیان صلح کرد که عملا خواهان صلح با اسرائیل شد، که البته روزنامه وطن امروز با حمله سنگین به آقای مولوی عبدالحمید نتیجه میگرفت که ایشون پیشتر مواضعی مثلا فلسطینی محور داشت، اسرائیلی ستیز داشت. اتفاقا من مطالب پیشتر آقای مولوی عبدالحمید رو خوندم، خیلی جالب بود، خیلی متقن و منطقی بود، اسرائیل ستیز نبود. میگفت یکی از راهکارها برای حل مسئله خاورمیانه و فلسطین داشتن دو دولت و دو سرزمین هست که وطن امروز این رو طرح آمریکایی خونده. در هر روی در تلاش برآمد، چه در فرم چه در محتوا، حضور شاهزاده رضا پهلوی رو در یک سو به اسرائیل و اظهارات آقای مولوی عبدالحمید در سوی دیگر رو بیشتر مولوی عبدالحمید رو یک جریان اسرائیلی بخواند. و من در سطر این مطلب نوشته علیه مولوی عبدالحمید نوعی کیفرخواست امنیتی رو مشاهده می کردم که احتمالاً برنامه ها دارن. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با سایر مطالب. کابینه دولت روی خط استیضاح بر صدر بسیاری از رسانه‌های چاپ تهران جای گرفته و مدام در حال تعویض وزرا هستند که بعد از رفتن آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه ایران، همینک وزیر صنعت و معدن و تجارت بر سبل این انتقادها قرار گرفته، تا جایی که فراتر از انتقادات مجلسی، فرا و ورای از استیضاح روالمند و نظاممند مجلس، خود آقای محسنی اژه‌ای هم یک موضعی گرفته بود که خیلی از روزنامه ها اون رو بازتاب داده بودن که طبیعتا این موضع میتونه منجر به پایان زندگی سیاسی و مدیریتی و وزارتی آقای فاطمی امین شود که وزیر سمت هستش. عمده اتهام هایی که میدیدم بسیاری از روزنامه ها به آقای فاطمی امین زده بودن همانا وعده های بی عمل بوده. اساسا کابینه آقای رئیسی از این معضل در رنجه. کابینه آقای رئیسی، خود ایشان که حالا یک بحث دیگری داره که من ورود نمی کنم، اون وزیری که حالا پیشتر درگذشت و مرحوم شد، به لحاظ اخلاقی من نمیتونم خیلی نقد کنم، به هر روی واژه مرحوم رو هم به کار ببریم. شاید بعضی بگن که نه نبایستی، برای چرا، من شخصا علاوه بر فرهنگی این عادت رو دارم که پس از مرگ یک انسان و کوتاه شدن دستشون از حیات و هستی نیاز به نقدهای ناروا یا ناجوانمردانه نیست. بحث من آقای قاسمی بوده که وزیر مسکن و شهرسازیشون بوده که وعده 4 میلیون مسکن رو داده بود، سالی 1 میلیون که هیچ کاری نکردن، الانم داشتن در حال بررسی چرایی کند شدن نهضت ملی مسکنند. یعنی عباراتی به کار میبرن که خیلی از توانمند و قابلیت و قامتشون بلندتر و بزرگتره. نهضت ملی مسکن اصلا برازنده این جماعت نمیتونه باشه. اونی که آقای احمدی نژاد بود و با نزدیک به 800 میلیارد دلار درآمد نفتی مسکن مهر ساخت و همه رو نیمه کاره رها کرد و در قامتش نبود، آقای رئیسی که اساسا جز این که به دیدار سلزدگان گلستان رفته و یک شبه ریاست جمهوری برگزیده شد که توانمندی دیگری نداره. در هر روی آقای فاطمی امین وزیر سمت در رابطه با توزیع متوازن خودرو گفته بود که مطلع هستید اواخر سال گذشته ثبت نام در طرح یک پارچه انجام شد، آغاز شد، بیش از 900 هزار نفر ثبت نام کردند. روز گذشته 6 تا از شرکت ها از جمله شرکت سایپا، مدیران و کرمان موتور فراخوان رو اعلام کردن. از امروز عملا فرایند تحویل خودرو آغاز شده دیگه، باید متقاضیانی که ثبت نام کردن طبق نوبت خودشون مراجعه کنن به شرکت های خودروساز، قرارداد منعقد کنن و حتی ممکنه این هفته تحویل هم انجام بشه. شما آره، گوشه های از اظهارات آقای فاطمی امین وزیر سمت صنعت معدن و تجارت کابینه رئیسی رو میشنیدیم که به علت همین وعده های بی عمل در آستانه استیضاح و اخراج قرار گرفته. موجی از استیضاح و کنارگیری ها و کنار زدن ها در کابینه آقای رئیسی هر روز بعد تازه میگیره. وقت زیادی تا پایان برنامه ندارم، یک مطلبی بسیار برای من جالب بود که به اون اشاره کنم، روزنامه جوان بود. میخوام بگم که برخی از این روزنامه ها اساسا ضد ملی ان، برخی از این رسانه ها اساسا در پی خشم آفرینی ان، در پی خصومت زایی ان و نه خصومت زدایی. بحث عربستان و ایران خب به هر روی در یک مسیر رابطه آشتی دارن پیش میرن، ببینیم کجا مجدد داره نفت و بنزین رو بر بستر این رابطه میریزه. روزنامه جوان رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان اولین روایت سعودی از شب وحشت آرامکو، خب حالا تمام هدف از این مطلب چه بوده؟
میخواست من خیلی چون وقت ندارم واقعا بیشتر بکاوم، خیلی کوتاه اشاره کنم، خواست بگی که اینقدری هم نگید که چین پادر میانی کرده که با وساطت کشور چین رابطه ایران و رابطه پادشاهی عربستان داره به سمت بهبودی و خوبی پیش میره. خیر، شاخک های نظامی ما، قدرت نظامی ما، حمله شبانه ما از یمن به سمت آرامکو بوده که خواب رو از چشمشون رو بود. یعنی میخواد بگه که تهدیدهای از این دستم جواب میده، در حالی که خب جز هزینه بر ملت ایران که نتیجه ای دیگری نداشت، در توصیف مطلب هم مثلا یک نکته رو نوشته بود که اتفاقا برای من قابل توجه بود، میخوام اون نکته رو اشاره کنم. جایی در این گزارش روزنامه جوان به نقل از مدیرعامل وقت آرامکو نوشت که من از شدت عجله شلوارک و زیر پیراهن و دمپایی پوشیده بودم و حتی فرصت نکردم کفش ها یا جوراب هایم رو بپوشم، حتی وقت نکردم که لباسم رو مرتب کنم و خانه رو با عجله ترک کردم. برای اولین بار در زندگی زبان کشیدن آتش رو از دور دیدم و 13 نقطه آتش سوزی بزرگ رخ داده بود. اتفاقا این نوعی شرافتمندی که یک مدیر عامل برای آتش گرفتن یک مقر نفتی یا یک چاه نفتی بی کفش و بی پاپوش بیرون از خانه می جهد تا به هر روی کشور رو خانه خیش می بیند، کاش که مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی از این قبل، از این تبار می بودند. نه اینکه بارها اشاره کردم نفت فروخته شد و 700 خوردی میلیارد دلار در دولت پاک دستشان نابود شد، اسکله های نفتی روبوده شد و نامشخص ماند مسائل. بماند حراج گذاری های میعانات نفتی از تهران تا ترکیه سر از تورنتو در آورد توسط مرجان شیخ الاسلامی. برای یکی این فسادهایی که در عهد احمد نژاد افشا شده بود و تا دولت روحانی ادامه یافت جا داشت که اگر مدیری جگر سوخته و دل سوخته در کشور می داشت جامه می دراندند. آری، مدیر آرامکو بی پاپوش و بی کفش و بی جراب سر به بیابان و صحرا زده بود تا ببیند چه میتواند بکند در اون شلی که جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا با پهباد آرامکو رو زده بود و از این موضع به تعبیری ناسنجیده در سیاست منطقه‌ای به مثابه یک ابزار قدرت به آن نگاه میکند. آری، جمهوری اسلامی اگر مدیرانی بسان مدیرعامل آرامکو میداشت آمدان موشک را به سمت یک هواپیما انسان بیگناه و بیدفاع رو سفر انسانی نمی کرد. طبیعتا تفاوت از زمین تا آسمان است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.